صبحتان بخیر شما بیننده ادامه برنامه صبح ها زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و همچنان شنمده برنامه از طریق رادیو 93 5 آریانا اف ام خدا کنه صبح بسیار زیباره تا این دم سپری کرده باشین در این لحظات برنامه هم مهماندار هستیم و در رابطه با ضعیفی میده، فلج میده یا گسترو پریزس می خواهیم صحبت بکنیم حالاتی که گهگاه سبب ناراحتی در قسمت میده، احساس دلبدی و بخصوص این حالت زمان ایجاد میشه بر ما که ما چند لحظه قبل غذا جان کرده باشیم و ممکن که در اثر حرکات نامنظم یا حرکاتی که کاهش پیدا کرده باشه در قسمت میده چون این مشکل بر ما ایجاد شده ولی ای که کدام عوامل واقعا در قسمت ضعیفی میده میتونه رول داشته باشه که ها دچار چنین وضعیت میشه راه های تداوی و وقایش کدام ها هستند تمام این موارد را صحبت میکنیم با دکتر صاحب محترم قیس نگزاد متخصص امراض داخله که همین لحظه در استیو با ما هستند دکتر صاحب سلام صبح شما بخیر و بسیار خوش آمدید به برنامه خدمت خودت رستم عزیز و خدمت تمام هموطنان عزیزی که بیننده و شنونده رادیو و تلویزیون آریانا هستند زده به احترام دارم سلام امیدوار هستم همتان مثل رستم همه تو شاش باشین و از بحث که ما در مورد موضوع مشخص شده می داشته باشیم بتانیم از این طریق به دانش و صحی و طبی هموطنان عزیز خود بیفزاییم تشکر دکتر صاحب ما هم بسیار خوشحال هستیم از اینکه باز هم شما را با یکی از موضوعات مهم دیگه در برنامه با سر بلند باشین قبل از اینکه بحث و شروع کنین این رنگی که پوشیدی بسیار آدم نشاط میبخشه نارنجی از جمله رنگ های مهار کننده افسردگی است همه تو بشاش با باشه میشه سلامت باشین ان شما هم هم تو با انرژی باشین با بودنتون بر ما واقعا انرژی مثبت تا خب دکتر شب بعض وقتها زمانی که ما غذا نوش جان میکنیم یک حالت ناراحتی یا سنگینی در قسمت میده بر ما پیدا میشه یا هم بعض وقتها حالت دلبدی حتی به بعض مردم ایجاد میشه بله. و قسم که شما هم عنوان موضوع را قبلا یادواری کرده بودین ضعیفی میده بهتر است از شما در این رابطه مقدمه داشته باشه قبل از اینکه ما مشخصا در مورد گاستروپاریزس یا فلج میده یا ضعیفی میده صحبت کنیم مستند بر معتبرترین مواخذ طبی یک سلسله امراض سیستم هاضمه تحت عنوان امراض عصبی و عزلی جهاز عزمی است شما بارها نام اچپایلوری را شنیدین بارها نام خراشیدگی میده شنیدین بارها نام زخم میده شنیدین بارها مثلا اسم التهابی شدن میده و روده شنیدین آفات پرازیتی میده میایی را شنیدین ولی یه سلا یک مقدار نوتر هست ولی معمول هست عام هست خصوصا در افغانستان پروسه نارمل خوردن غذا به چی شکل است وقتی که شما گرست نمیشین مراکز مشخصه که در قسمت مغز به خاطر گرفتن غذا باید تنبیه شد و این تنبیه میشه و شما اشتیا پیدا میکنید مراکز اشتیا تنبیه میشه غذا را میگیرین وقتی که غذا گرفته شد میده از غذا پر میشه پس عکسات از میده ارسال میشه به مغز مرکز سیری را تنبیه میکنه که بیادر بس هستگه متوجه هستن؟ بله. یک میکانزم نارمل و یک محور منظم بین مغز و جهاز حاضمه موجود داره که نام منامه برین انگارت آکسس میگن محور مغزی معایی بسیار خب. مهم نیست که ما چقدر غذای پرکالوری میگیریم این به میده مهم نیست مهم, مهم است که چی میده را تیز پر میکنه یعنی هر قدر که غذا حجم زیاد داشته باشه و هر قدر که سری میده ما پر کنه اکسات انتقال میکنه به مرکز سری تا که بس است و دیگه مانع خوردن ما گرسنگی خودش یکی از حالات استرس بار است در بدن استرس درونی را ایجاد میکنه که استرس با گرفتن غذا یا از بین میره یا کم میشه دقیق خب وقتی که ما غذا را گرفتیم سه نوع میکانزم های ازلی عصبی حاکم هست تا ای که میده بتانه درست وظیفه خود اجرا کنه نمبر اول ازالات باید استرخا کنه وسعت بتا یا ریلکسیشن دیش ایجاد شود تا غذا اخذ شود یک دوم این ازالاتی که در میده وجود داده دارد در هماهنگی با سیستم عصبی پس دوباره باید کانترکشن کنه تقلص کنه تا که امی غذاهای موجود در میده را مثل آسیا باره تکو پارچه کنه باید. و در پهلوی از او بعد از اینکه پروسه حزم در میده صورت گرفت حرکات پرستالتیک و استداری باید موجود باشه تا که محتوای موجود آسیاب شده را در میده انتقال به تبرودی کوچک یعنی در سیر اینمی تقلصات استرخا و حرکات استداری ما یک پروسه نارمل عصبی از علی تجربه میکنیم و غذا را که گرفتیم نظر به نویت غذا از سه ساعت تا شش ساعت در میده باقی میمانه میره به رودی کوچک پروسه جذب صورت میگیره مواد زایش از طریق پروسه به طور مثال تغوت از بدن خارج میشه هرگاهی که در اینم پروسه مشکل ایجاد شود به چه مفهوم؟ یایی که حرکات پرستالتیک به نظم شود یعنی میده یا بیش حرکتی پیدا کنه یا کم حرکتی پیدا کنه اما تو که ضربان قلب ما تکیکاردی و برادی کاردی پیدا میکنه یعنی ضربان از حالت نرمال زیاد میشه یا ضربان از حالت نرمال کم میشه ما تکی گاستریا و برادی گاستریا داریم یعنی امکان داره حرکات پرستالتیک از حالت نرمال در یک دقیقه زیادتر شوه یا برعکس کمتر باشه کم هر دوش جنجال برانگیزه امه. یا که در وقت مناسب میده خودت وسعت داده نتونه و که در وقتی که باید تقلص نکنه تقلص بکنه همه از اینا تحت عنوان تشوشات عصبی و ازلی سیستم هاضمه مورد ارزیابی قرار بی میگیره فقط کوتاه این مریض ها کدام مشکلات می داشته باشند یعنی مهم. اگر اینه تو جنجال ها پیش فردی ایجاد شد در پلوی که سایر امراض پیشش باید تشخیص تفریقی صورت بگیره در این مورد هم باید یک مکس شود این مریض ها دلبت می دل. این مریض ها اکثر اوقات استفراغات را تجربه میکنند سیری زود زودرس را تجربه میکنند بعد از خوردن نان یک برجستگی و برامدگی را در قسمت زیر استغان سینه خود تجربه می بعد از نان گنگسیت را تجربه می و اکثر اوقات از دیر ماندن غذا در میده شکایت می باشه و ای تو میگه میگه من بعد از خوردن نان دلبت میشم دو ساعت سه ساعت بعدش میکنم در در محتوای اما عین چیزی که خورده موجود است سه ساعت چهار ساعت از نان خوردن تر شده باید این مواد میرف بروده ولی تال را نرفته این دلالت به این میکنه که حتما در حرکات و در سیستم عصبی و عضلی میده از این شخص مشکل وجود دارد دقیقا دکتر صاحب قسم که شما هم تمام نشانه هایش را گفتین که چه نشانه هایی داره کسایی که مساب به حالت به نام ضعیفی میده میشده باشند حالا من دکتر سر در به عوامل صحبت بکنین که کدام عوامل و فاکتورها در قسمت ایجاد زیاد شدن یا هم کم شدن فعالیت میده میتونن رول داشته باشند در کل عمده ترین عواملی که باعث میشه تا در نزدیک یک فرد گاسترو پریز ایجاد کنه یا تشوشات در حرکات و در تقلصات ازلی و در در هماهنگی سیستم عصبی و عضلی میده ما ایجاد کنه در کل ایده به شش کاتگوری امراض مستند بر معتبرترین مواخذ طبی تصنیف بندی میکنند نمبر اول در در کتگوری اول از امراض ایدیپاتیک است یعنی به شکل ابتدایی تشوش وجود داره سیستم عصبی و عضلی میده ما تکلیف داره ولی لطش معلوم نیست ده. یک بر سه حسه واقعات ای تشکیل میده سی فیصد واقعات را شکر تشکیل میده کسایی که دیابت تایپ یک دارن یا دیابت تایپ دو دارن شکر نو اول و شکر نو دوم هرگاهی که ده سال بیشتر از مرضشون تیر شوه و ماینه سه ماهی قند خون که میگن بیشتر از اشتونیم فیصد باشه ای افراد امکان دارد در پلی سوزنک زدن دستپای در پلی مشکلات جنسی در پلی مشکلات بینایی امکان دارد ضعیفی میده و گاستروپریز را همچنان تجربه کنند بنابراین سی فیصد واقعات ضعیفی دیابت یا شکر کنترل شکیت سوم امکان داره ضعیفی حرکات ازلی میده در سیر انصدادها ایجاد شوه چه انصدادهای میخانیکی باشه و یا ای که انصدادها از باعث قلنجهای ازلی اسپزمای ازلی شخیه ازلی باشه ضعیفی میده امکان داره در سیر بندش رگای خون ایجاد شه مثل که رگای قلب بند میشه مثل که رگای مغز بند میشه امکان داره رگایی که به میده ما خون را میرسونه اینا در اثر تسلب شراین بندش ایجاد کنه و ما ضعیفی حرکات میده را شاهدش باشیم در ضمن امکان داره که ضعیفی حرکات میده بعض اوقات در سر یک سلسله امراض نادر دیگه ایجاد مثلا کسایی که ایتس دارن مثلا کسایی که فلج دارن کسایی که فلج کسایی که میکروب یا اچ پایلوری رو سپری میکنند کسایی که زیر تداوی با بعض دواهای دیگر میباشند و کسایی که یک سلسله آفات روحی و روانی می داشته باشند در آخر امکان دارد که ضعیفی میده بعد از عملیات های جراحی پیشک فردی ایجاد عملیات های جراحی سطحی و عمیق که در کل مریض ها اونمون شانهایی که دلبدی های معنت استفراغات معنت سیری زودرس احساس پوری در قسمت معده خرابی هضمیت و خارج شدن محتوای سه 400 ق قبل خورده شده با استفراغ نشانه هایی است که مدلل به این بوده میتونه که ما گویا تشوش در عضلات و تشوش در حرکات عزلی میده خود داریم. دقیقاً دقیقا دکتر صاحب حالا در رابطه با کارهای وقایع است کاهش حرکات میده یا هم افزایش حرکات میده بر ما دکتر صاحب نکات مهم را شریک بسازین که چه فاکتورهایی میتونه ما را کمک بکنه تا وقایع بکنیم تا از بچون این حالت مصاب نشیم رستم عزیز اول خیلی مهم هست که ما کدام عامل را میخوای مقایسه کنیم بعضی از عواملی که باعث ضعیفی در حرکات عزلی میده میشه هیچ عاملش معلوم نیست ما گفتم ایدیوپاتیک میتونه باشه دقیقا. بی علت میتونه باشه ما ضعیفی حرکات میده داریم ولی علتش مشخص نیست این وقایع نداره ولی بعضی از امرازی که قابل وقایع است او باید به با صورت درست مورد تداوی قرار بگیره مثلا کسایی که فلج گرده دارن اول اجتناب ازی به عمل که کم فاکتورهای خطر که باعث خراب شدن و گرده های ما میشه او را باید وقایع کنیم کسایی که شکر یا دیابت دارن باید شکر خود خوب و منظم کنترل کنن از پرخوراکی بیش از حد جلوگیری به عمل بیای. کسایی که انتانات اچ دارن او سریان مورد تداوی قرار بتن اختلالات روحی و روانی مورد تداوی قرار بگیره کسایی که مثلا ایچ یا ایتس دارن مشکلات جگر دارن زردی سفید سیا دارن ای باید مانع ما شویم که پیشرفت نکنه و جگر ما را خراب نکنه و پیش ما سی روز کبد ایجاد نشه یعنی تمام عواملی که باعث ضعیفی در حرکات عزلی میده میشه قابل وقایه نیست بنابراین باید اول عامل تثبیت شوه و برایت عامل هم احتمامات وقایوی و هم احتمامات تداوی دوایی و غیر دوایی برای ها توصیه شوه بسیار خوب دکتر در آخران فرصتشون محدود است خیلی کوتاه در مورد تداوی مریضای باید بکنین که مصاب به مشکلات حرکات میده هستند و معمولا چون این چیزهایی را که شما یادواری کردین تجربه میکنن و نراحتی میده را بیشتر در وجودشان احساس اول دوست خوبم باید عامل تثبیت شود بله, بله اگر شکر بود شکر مریض <coughs> درست تداوی میکنه اگر به طور مثال سایر آفاتی که من پیشتر در بخش عوامل به او کردم <coughs> هر کدامش تداوی علایده کار داره ولی در کل تداوی ازی به سه کتگوری بندی میشن بر اول دواهای ضد دلبدی دواهایی که حرکات عضلی را میده و روده بسازه دواهای ضد افسردگی و دواهای ضد استراب امکان دارد در دا این کمک کننده باشد دوم عبارت از یک سلسله تغییرات در رژیم غذایی مریض است هر غذایی که باعث میشه تا این حالت پیش مریض شدت بگیره برد. او باید واز پرخوراکی جلوگیری به عملبایهبه ز سوت مریض شوهفوقت ابیرهکمکم و, و در پلی ازاو کت ازی ا اره نشد یک سلسله تغییرات و تداوی های برقیر د میده مریض توسیه میکنن یعن از یک تنبی برقی گرفته تا به پسمکرمثل پسمکر که د قلب, قلب شاندهمیش شانده شانده. بالتکو بتریکه د قلب شانده میشه پسمک دمه دی مریض نسب میشه تایی که آها. از گاستریک دستریت مئ جلوگیری به عمل بیاره. یعنی نگذاره که نه حرکات معده زیاد باشه و نه حرکات پرستالٹیکش کم باشه تایی که در پروسه هاضمه فرد مشکلی که ایجاد شده او اصلاح شود بسیار عالی دکتر صاحب یک دنیا تشکر میکنم کنم از حضور شما در برنامه و از ملومات مفیدی که با ما و هموطنان عزیز ما شریک کردید خیلی ممنون تشکر وقت خوش داشته باشید از شما هم قلبا تشکر هموطنان عزیز ادامه‌ی برنامه ادامه برنامه زندگی را فراموش نکنید در حال حاضر وقفه.